توی این ویدیو قرار هستش که ما در رابطه با مدیریت گروه و یوزر در لینوکس صحبت بکنیم. کلا توی سیستم عامل لینوکس ما دو نوع یوزر داریم، یا دو جور میشه به سیستم سکیوریتی لینوکس نگاه کرد. یوزرهای با دسترسی کامل یا یوزرهای پریویلیجد و یوزرهای آن پریویلیجد که با دسترسی معمولی هستن. به صورت پیش‌فرض توی سیستم لینوکس یوزری که بالاترین سطح دسترسی رو داره یوزر روت هستش، که میتونه روی لینوکس به همه چی با دسترسی کامل دسترسی داشته باشه و به همه فضای سیستم بدون هیچ محدودیتی میتونه دسترسی داشته باشه و کاراش رو انجام بده. و کلن بهتره که ما کارهای معمولیمون رو یا کارهایی که نیاز به دسترسی بالا نداره با یوزر معمولی انجام بدیم یا یک یوزر آن پریویلیج انجام بدیم، و هر جایی که نیاز داریم یک کاری رو انجام بدیم که نیاز داره که با سطح دسترسی بالا اجرا بشه از یوزر روت استفاده بکنیم. اینطوری باعث میشیم که جلوی خیلی از مشکلات امنیتی و کارهایی که ممکنه که توسط یه یوزری که خیلی شاید به محیط آشنا نباشه باعث به وجود اومدن درد سر بشه، با این کار جلوش رو بگیریم. کلن ما توی لینوکس سه تا فایل مهم داریم که توی اون فایل ها عملا اطلاعات مرتبط با یوزر و گروه ها نگهداری میشه. توی شاخه هر سه این فایل ها توی شاخه استش ETC هستن، فایل pass.wd، فایل shadow و فایل گروپ. فایل pass.wd شامل اطلاعات یوزر اکانت ها میشه. فایل شادو عمدتا مرتبط با کارهای پسورد و یه سری تاریخ و زمان در رابطه با اینکه پسورد کی عوض شده، اکانت کی قرار اکسپایر بشه، یه سری مطالب این شکلی. و فایل گروپ هم که شامل اطلاعات گروه هایی که توی سیستم موجوده و اینکه چه یوزرهای عضو چه گروهایی هستن رو شامل میشه. همینطور که توی ابتدای این مبحث صحبت کردیم، توی سیستم سوپر یوزر یا اون یوزری که دسترسی کامل رو داره یوزر روت هست، که میتونه تمامی کامند ها رو بدون هیچ محدودیتی اجرا بکنه و هر فانکشنی رو که دلش بخواد رو عملا تریگرش بکنه. عملا همینطور که عرض کردم خدمتتون، به سوپر یوزر یوزر روت هم گفته میشه. و چیزی که توی لینوکس باعث میشه که یک یوزر تا این سطح دسترسیش بره بالا، به خاطر شناسه یوزر و شناسه گروه صفره. توی لینوکس و یا هر سیستم عامل دیگری یوزرها با یک یوزر آیدی یا یک یوزر آیدنتیفایر شناخته میشن، یه چیزی که مشخصه یوزره، یه عدده، و همینطور گروپ آیدیشون. یوزری که توی سیستم عامل های پازیکسی یو آیدی و گروپ آیدیش صفر باشه، تمامی سکیوریتی چک ها براش توی سطح کرنل بایپاس میشه، یعنی هیچ چک سکیوریتی جلوی انجام کارش رو نمیگیره، فقط کافیه یوزر آیدی و گروپ آیدیش صفر باشه. به خاطر همین از اونجایی که توی سیستم عامل لینوکس یوزری که به صورت پیشفرض یوزر آیدی و گروپ آیدیش صفره یوزر روت هست، به خاطر همین مطلب یوزر روت تبدیل میشه به یک یوزر پریویلیجد، که البته اینو میشه تغییرش داد، چون میتونید خودتون هم یوزر بسازین، به اونم یوزر آیدی و گروپ آیدی صفر بدین که بتونین بهش دسترسی کامل بدین. هرچند برای اینکه شما سطح دسترسی یه یوزر رو بالا ببرین کارهای بهتری هم وجود داره، ولی خب فعلا تو همینجا خیلی تئوری، اگر بخواید همچین کاری رو انجام بدید این هم یکی از راه ها هست. خب به سراغ لینوکسمون میریم تا با هم در مورد مطالبی که صحبت کردیم
با جزئیات بیشتری صحبت کنیم. حالا من اینجا فایل etc passwd رو کت میکنم. اینجا لیست یوزرهایی که روی این ماشین تعریف شده رو میبینیم که توی هر سطح نشون داده میشن. اطلاعاتی توی هر سطح وجود داره که با کلون جدا شدن. اینا پارت اول اسم یوزر هست یا یوزرنیم که برای سیستم تعریف شده برای اون یوزر. پارت دوم بخش پسورده که برای همه یوزرها ایکس ست شده. این دلیل تاریخی داره، توی لینوکس های خیلی قدیمی تر پسورد یوزرها هم عملا توی فایل etc passwd نگهداری میشد که از یه ورژنی به بعد دیگه پسورد یوزرها به فایل شادو انتقال پیدا کرد و این ایکسی که تو این جلوی یوزرها نوشته شده به این معنیه که پسورد این یوزرها توی فایل الترنیتیو، توی فایل جداگانه نگهداری میشه که فایل etc shadow هست. پارت سوم و پارت چهارم همون یوزر آیدی و گروپ آیدی هستش که چند دقیقه پیش گفتم و این همون یوزر آیدی و گروپ آیدی صفره که باعث میشه که یوزر روت رو تبدیل به یک پریویلیج یوزر بکنه یا یک یوزر با دسترسی سطح بالا. پارت پنجم یک کامنت برای یوزره. شما میتونید وقتی یوزرتون رو میسازین یک کامنتی هم روش بذارید. مثلا اگه یوزری ساختیم به اسم حمید، مثلا بگین کدوم حمیده، مثلا حمید امامیانه، یه چیزی شبیه فول نیم تو ویندوز مثلا. پارت بعدی که بعد از کلون بعدی قرار گرفته هوم اون یوزر هست که وقتی یوزر لاگین بکنه باید تو کدوم شل بیفته و هومش کجاست، پیشفرض آدرسی که توش قرار میگیره کجاست، اونجا تعیین میشه. شما میبینید که برای یوزر روت اسلش روت هست و برای یوزرهای معمولی که ما بعدن ساختیم مثلا حمید، فاطمه یا رضا مثلا توی شاخه استش هوم حمید یا استش هوم فاطمه یا استش هوم رضا هست. پارت بعدی که پارت آخر محسوب میشه دیفالت شلیه که برای این یوزر تعریف شده. یعنی اگر یوزر روت لاگین بکنه از طریق حالا برنامه گتی که همون صفحه کنسول، همون صفحه لاگین کنسول لینوکس یا از طریق دیمن SSHD متصل بشه و یک شل PTS یا همون سودو ترمینال براش تعریف بشه، شلی که بلافاصله بعد اینکه یوزر لاگین شد توش قرار میگیره استش بین بش هست که شما اگر دوست داشته باشید میتونید همینجا ادیت بکنید و برای آدمه یک شل غیر از مثلا بش رو تعریف بکنید. مثلا اینجا یه سری یوزرهای سیستمی رو میبینیم که عمدتا یوزرهای هستن با یوزر آیدی زیر عدد 1000 که شل دیفالت اینها استش اسپین استش نو لاگین هست. یعنی اگه شما همین نو لاگین رو اجرا بکنید میبینید دیس اکانت ایز کرنتلی نات اویلیبل به شما گزارش میده و عملا با آدمه لاگین شل نمیده. یعنی اگه مثلا SSH بزنه آدمه، حتی اگه پسورد برش ست بشه، حالا با ترجمه که حالا این یوزر سیستمی معمولا پسورد هم ندارن، آدمه پیغامی که میبینه اینه که بهش میگه که آقا تو اکانتت چیز نیست، اویلیبل نیست برای اینکه شما اکسس شل داشته باشه و بعدم شلش بسته میشه. چون که بلا فاصله میبینید که این برنامه ریترن شده. الان خروجیش رو بکنید میبینید خروجی پروسس قبلی یک بود. این معنی اینه که براش شلی تخصیص پیدا نکرد. پس اگه یوزر پسی هم وارد بکنه، حتی اگر آدم اتنتیکیت بشه یا سویچ یوزر بکنه، حتی با این پیغام مواجه میشه که اجازه دسترسی به شل نداره. این تیکه نکته جالبیه که شما حتی میتونید خودتون هم یه دونه مثلا یه شل اینتراکتیوی رو بنویسید با هر زبونی، با هر اسکریپت لنگویجی، هر چیزی که خودتون راحتین، بعد دیفالت شل اون آدمه رو مثلا عوضش بکنین به اون اسکریپتی که مثلا خودتون نوشتین، باعث میشه که آدمه رو محدودش بکنین، بندازیدش توی یه شلی که
فقط خودتون میدونید که اون قراره تو اون محیط چی کار بکنه و عملا از اون شلم نمیتونه خارج بشه، به معنی اینکه مثلا یه لاگ اوتی بکنه، یه کنترل دی بزنه، بریکی بکنه، از اون شل خارج بشه سشنش بسته میشه. حالا اگر SSH دی باشه که سشن SSHش رو با ارتباط TCPش کلوز میشه، اگر هم با محیط لاگین لینوکس اومده باشه و شل گرفته باشه، اگر لاگ اوت کنه دو مرتبه به صفحه لاگین لینوکس برمیگرده. این اطلاعاتی هستش که شما از طریق فایل /etc/passwd میتونید بهش دسترسی داشته باشید، هرچند همه این اطلاعات از درون همین فایل هم قابل ادیت هست و بلافاصله زمانی که شما این فایل رو ادیت بکنید و سیوش بکنید تغییرات اعمال میشه، ولی توصیه میشه که این کارو نکنید. دلیلش به خاطر اینکه این فایل خیلی فایل مهم و حیاتیه تو سیستم. اگر به هر دلیلی شما تو حین تغییر دادن تو این فایل مثلا چه می‌دونم یه کلونی اینورتر بشه، یه پارامتری به جای اینکه توی پارامتر سوم قرار بگیره بره اشتباه تو پارامتر چهارم قرار بگیره، به هر دلیلی استراکچر فایل عوض بشه، ممکنه که یه سری ساید افکت‌های بدی داشته باشه، چه برای خودتون چه برای یوزرهای دیگه. از این جهت پیشنهاد میشه که اگر شما نیاز دارین پارامترایی از فایل /etc/passwd یا فایل /etc/shadow یا فایل /etc/group هر کدومشون رو نیاز داشتید عوض بکنید، کافیه که شما از طریق ابزارهایی که از قبل برای این کارها تعبیه شده استفاده بکنید تا یه وقت ناخواسته باعث نشید که فایل /passwd یا فایل های سیستمی مهم دیگه کراپت بشن که باعث اختلال تو سیستم شما بشه. توی لینوکس کارهایی که مرتبط با یوزر هست عمدتاً کامندایی هن که با یوزر شروع میشن، مثل شما یوزر تپ تپ که بزنید کامنده یوزر اد رو میبینید، یوزر دل رو میبینید، یوزر مود رو میبینید، یوزر نت سی تی ال رو میبینید و یوزرز. خب خیلی از این کامندها اسمشون روشونه، اصلا یوزر اد مشخصه که قرار یوزر اضافه کنه، یا یوزر دل مشخصه که یوزر رو دیلیت بکنه، یا یوزر مود بخواد یه یوزر رو مودیفای بکنه. همه این کامند ها منوال براشون وجود داره، شما میتونید از طریق منوال این کامند یا از طریق آرگومان /help از این کامند ها بخواید که راهنماش رو ببینید، خیلی واضح و مشخصن اکثر این کامند ها و میتونید از طریق منوال اونها ببینید که چجور میتونید با این کامند ارتباط برقرار بکنید. مثلا من برای مثال کامند user add رو باز میکنم، توی دسکریپشنش میگه که create a new user or update default new user information. خب مشخصه که میخواد چیکار بکنه. سیناپسیسش هم به این صورتی که شما میتونید user add رو بنویسید، آپشنزتون رو بگید و بعد اون اسم یوزرنیم که قراره که تعریف بکنید. آپشن هایی که قبول میکنه -b هست که بیس دی آی آر رو براتون مشخص میکنه که همون یوزر هومتونه. حالا تو توضیحش میگه که the default base directory for the system if -d home dir is not specified base dir is concatenated with the account name to define the home directory, the base dir must exist otherwise the home directory cannot be created. خب این هم مشخصه، شما دایرکتوری بیستون رو برسته همون تعریفی خودش گفته اینجا مشخص میکنید، -c کامنتتون رو میذارید، حالا میخواید فول نیم بذارید هرچی، -d برای هوم دی آی آره که این که the new user will be created using home dir as a value for the user's login directory, the default is to append the login name to base dir and use that as the login directory. خب پس ترکیب هوم دی آی آر و بیس دی آی آر مشخص شد، این چیزی که در نهایت برای هوم دایرکتوری یوزر مشخص میشه این هستش که از ادغام بین بیس دی آی آر و هوم دی آی آر انجام شه. حالا این دلیلش که چرا این هست و برای چی بیس دی آی آر رو میذاریم، ممکنه که به دلایلی حالا بعداً باش آشنا میشیم، شما نیاز به سی اچ روت داشته باشین و اونجا بخواید توی محیط CH rooted یوزراتون رو منیج بکنید، اون موقع میتونید از base dir استفاده بکنید که تا اون ریشه ای که
شما میخواین سیرچ روت بکنید، اونجا عملا از اون تیکه به بعد هوم دی آی آر رو مشخص بکنید که بعد از این فیلد ممکنه جای دیگه استفاده بشه. با داش ای مشخصه، میتونید اکسپایر دیت مشخص بکنید. خیلی واضحه که وقتی اون تاریخ میگذره دیگه اکانت اکسپایر میشه و عملا دیگه با اون اکانت نمیشه لاگین کرد. به صورت دیفالت اگر شما اکسپایر دیت رو ست نکنید، اکسپایرشن دیت بی نهایته، یا بهتر بگم یه عدد انقدر بزرگه که هیچ وقت نمیرسه. هرچند میشه توی شاخه ETC Default User Add یه سری پارامترها رو شما به صورت دیفالت تنظیم بکنید که موقعی که یوزر اد رو ست میکنید یه سری آپشنایی که دوست ندارین هر بار تکرار بشه از اونجا خونده بشه و برای هر یوزرتون اعمال بشه. یه پارامتر دیگه داریم به عنوان اینکتیو که میگه که the number of days after a passport expires until the account is permanently disabled. A value of 0 disables the account as soon as the passport has expired. And the value of minus 1 disables the feature. خب وقتی شما پسوردتون اکسپایر میشه، شما حالا جلوتر توضیح میدیم، توی یه تاریخی یا توی یه بازه پسورد شما هم میتونه اکسپایر بشه که بعد اون بازه شما هر موقع که لاگین بکنید اولین کاری که میکنید اینه که پسوردتون رو ریست بدین. حالا بعد از این که توی یه تاریخی اکانتتون اکسپایر شد، شما اینجا این inactive days که اینجا ست میکنید، این تعداد روزی که این اکانت غیر فعال بمونه، یعنی تا شما تو روز مثلا پنجم پسورد شما اکسپایر میشه و شما مثلا inactive days رو هم مثلا 10 روز ست میکنید. یعنی اگر پسورد آدم اکسپایر بشه، آدم 10 روز فرصت داره که بیاد لاگین بکنه و به محض لاگین پسوردش رو ریست بکنه تو اون 10 روز. اگر اون 10 روز بگذره، یعنی اون شرط inactivity میت بشه، یعنی واقعا سیستم بفهمه که 10 روز این آدم پسوردش اکسپایر شده و 10 روز هم این یوزر اصلا استفاده نشده تو این سازمانه، تو این شرکت مثلا، اون موقع است که اکانت شما دیگه برای همیشه دیسیبل میشه و دیگه اون آدم حتی بعد اون 10 روز، یعنی از روز 15 به بعد بیاد سعی بکنه لاگین بشه، دیگه اون یوزر نمیتونه لاگین بشه و حتما نیازه که ادمین اون سیستم یا مدیر اون لینوکس که اون یوزر روت هست بیاد و به صورت صریح اون یوزر رو از وضعیت دیسیبل خارج بکنه، که میتونید این پالیسی رو هم برای یوزراتون اعمال بکنید. با آپشن داش جی شما میتونید جی آی دی برای یوزر ست بکنید، داش گروپس میتونید اون گروه هایی که این یوزر عضوش هست رو ببینید. با آپشن داش کی the skeleton directory which contains files and directories to be copied in the user's home directory when the home directory is created by user. شما میتونید یه شاخه رو به عنوان skeleton directory تعریفش بکنین که موقعی که هوم یوزر رو از طریق آپشن داش ام میسازین، اون فایل ها تو هوم هر یوزر کپی بشه. حالا ممکنه مثلا شما بخواید یه سری اسکریپت محلی توی هوم اون یوزر بذارید، یا یه برنامه‌ای نصب کردین که نیاز دارن که یوزرهایی که لاگین میشن تو هوم اون یوزرها یه سری فایلای وجود داشته باشه که بخواد از یه سری فیچرهایش استفاده بکنه، میتونید این فیچر اسکل دی آی آر رو فعال بکنید. آپشن داش کی رو دارین که یه سری پارامترها رو میتونین عوض بکنید، یو آی دی مینیمم، یو آی دی ماکس، میاید رنج یوزر آی دی که تعریف میشه رو بینش رو تعریف میکنیم، یو ماسک یا مثلا پسورد ماکسیمم دیزش چقدره، مینیمم دیزش چقدره. مثلا ماکسیمم دیز هم که میدونید، یعنی آدم وقتی پسوردش رو ست کرد اون تعداد روز پس ماکس دیز اگر بگذره باید پسوردش رو ریست بکنه، در غیر این صورت پسورد اکسپایر میشه و بعد دوباره همون داستان این اکتیویتی و اینها رو داریم اگر ست کرده باشیم. مین دیز هم که اینه که شما وقتی پسوردتون رو عوض کردین از چند وقت بعدش دوباره میتونین پسوردتون رو عوض بکنید. این هم باز هم جزء یکی از سکیوریتی آپشن هایی که میتونید تعریف بکنین.
آپشن داش ال رو داریم که میگه do not add the user to the last log and fail log databases، که باعث میشه که آدم وقتی میاد لاگین میکنه توی دیتابیس لست و با لست بی ست نشه. داش ام کرییت هوم میکنه اگه یوزر شما برش یه هومی زده باشین که وجود نداشته باشه برش میسازه. داش ام بزرگ عکس اون کار رو انجام میده. و آپشن های دیگه مثل داش پی که پسوردش رو میتونیم بدین، داش آر میتونین کرییت سیستم اکانت بکنید. همینجا توضیح هم بدم در مورد سیستم اکانت چیه. سیستم اکانت یوزرایی ان که ما عمدتا ازشون استفاده میکنیم برای اینکه یه پروسس سرویسمون یا یه دیمن رو تحت قالب اون یوزر ران بکنیم، اگر بخوایم مثلا با سطح دسترسی یوزر روت اجراش نکنیم که توصیه هم میشه همین کارو بکنیم که اگه به هر دلیلی اون نرم افزار یه باگی داد، به هر دلیلی از لحاظ سکیوریتی کامپرومایز شد، اون کسی که به اون پروسس اتک کرده نتونه سطح دسترسی کامل داشته باشه به ماشین شما، که حداقل بتونین خطری که پیش اومده حداقل آسیباشو کمتر کنید. نکته دیگه هم وجود داره اینه که سیستم اکانت ها معمولا پالیسی های پسورد اینا روشون اعمال نمیشه، چون عمدتا اصلا پسورد روشون ست نمیکنیم، از لحاظ پسورد اون یوزر لاکت هستن و یه سری پالیسی های این شکلی. روت که اینم این همون داستان همون سی اچ روتیه که عرض کردم خدمتتون. داش اس برای شل هست، بخواید شل دیفالت رو عوض بکنید داش یو یوزر آیدی بدین. داش یو بزرگ اگه بخواید یک گروهی غیر همنام با اسم یوزر بسازین. create a group with the same name as the user add the user to this group. نه اتمن برعکس گفتم، این داش یو باعث میشه که دقیقاً یک گروهی همنام با اسم یوزر ساخته بشه که به طور پیشفرض هم همین هست. که آپشن هایی میگه جی و ان و اینها رو ست نکرده باشن، این دیفالت بیهیویرش. و آپشن های دیگه ای که بالاتر صحبتشون رو کردیم به این صورت. البته میتونین یوزر اد رو داش داش هلپ رو بزنین، همین آپشن ها رو به صورت سریع اون چیزایی که نیاز داریم فقط استفاده کنین رو براتون میاره. مثلا من اگه بخوام یه یوزر جدید بسازم میگم یوزر اد مثلا کامنتشو میذارم آرش کشاورزی مثلا، بعد هومش میگم برش ساخته بشه، هوم بیایش هست، اکسپایرشن دیت داره، میگم اکسپایرشن دیتش مثلا یه ماه دیگه است. داش ای گم 2017 مثلا، ما الان تو ماه چندومیم؟ اکتبریم، ماه دهم. خب میگم مثلا دو ماه دیگه اکانتش مثلا اکسپایرشه و پارامترهای دیگه این صورت. و میگم اسم یوزر هم باشه آرش. خب یوزر آرش ساخته شد. الان من اگه cat atc password رو بگیرم شما میبینید که تو انتهای سطح یوزر اضافه شده به اسم آرش، یوزر آیدیش 1003 است، گروپ آیدیش هم 1003 هست، کامنت شده آرش کشاورزی، هوم یوزر هست /home/آرش و دیفالت شلش هم هست /bin/bash. اگر بخوام شل دیفالتش رو عوض بکنم با کامند chsh change shell آرش میتونم این کارو بکنم، بگم مثلا bin sh باشه شلش، cat etc پس در بگیر بزنم میبینید که /bin sh به عنوان شل دیفالت یوزر آرش تعریف شده. و همونطور اگه etc group رو هم یه نگاهی بهش بندازیم میبینیم که یه یوزری ساخته شده به اسم آرش که گروپ آیدیش 1003 هست که توی فایل etc passwd به این یوزر اشاره شده، به این گروه اشاره شده.
فایل بعدی که من میخوام در موردش صحبت کنم فایل etc shadow هست. اینجا عملا پسورد یوزرها قرار داره به صورت هش شده. اون یوزرهایی که این هششون میبینید طولانیه، معنیش اینه که یوزرهایی هستن که روشون پسورد ست شده. مثلا یوزر روت میبینن یه جمله خیلی طولانی داره. یوزر حمید رو میبینید که باز هم یه هش طولانی جلو اسمشه. یوزر فاطمه همینطور، یوزر رضا همینطور، ولی یوزر آرش پسوردی براش ست نشده چون من اصلا پسوردی برای این یوزر ست نکردم. اگر بخواید برای یوزرتون پسورد ست بکنید میتونید از طریق کامند پس دبلیو دی این کارو بکنید. اگه پس دبلیو دی رو خالی اجرا بکنید، یوزری که الان باشه لاگین هستید که من یوزر روت هستم، میتونید بیاید پسوردتون رو چنج بکنید. اگر یوزر روت باشید که خب فقط نو پسورد و کانفرم نو پسورد رو وارد میکنید. اگر ولی اگه یوزر معمولی باشین، اول باید کرنت پسوردتون رو وارد بکنید و بعد نو پسورد و کانفرم نو پسورد رو. اگر هم بخواید پسورد یه یوزر دیگر رو این کار رو بکنید، این کار خب نیاز به اکشن های پریویلیج داره، فقط یوزر روت هست که میتونه این کار رو انجام بده. میگم پس دبلیو دی آرش، نیو پسوردش رو میگم یه پسوردی، بهتر که پسوردتون سیف باشه، یعنی لازمه که اینطور باشه، ولی خب حالا من چون جنبه تست داره این کارم، یه پسورد ساده گذاشتم که راحت تر بتونم لاگین بکنم باش. الان من اگه کت etc شادو رو بگیرم، میبینید که یوزر آرش الان یک هش طولانی جلوی اسمش قرار گرفته، به این معنی که پسورد برش ست شده. البته با کامند پس دبلیو دی اگه آپشن دش دش هلپش رو بگیرین به شما یه سری امکاناتی میده، از جمله اون دش اس بزرگ یا همون دش دش استاتوس که میتونید استاتوس یوزرتون رو چک کنید. من با دش اس بزرگ آرش چک میکنم و به من میگه که اکانتی که برای آرش ساخته شده تو این تاریخ ساخته شده و عرضم به خدمتتون که پسورد هم براش ست شده و هشی هم که توی فایل etc shadow قرار گرفته SHA-512 هستش. اگر بخوام اطلاعات پسوردش رو هم ببینم، یعنی مثلا expiration date اکانت و یه سری پالیسی های پسورد و این شکلی، میتونیم با کامند chage --help آپشن هایی که وجود داره براش رو ببینید که یکی از این آپشن ها -l یا -list هست که میتونید اطلاعات جزئی ترش رو اینجا ببینید که من با chage --list آرش میبینم که پالیسی هایی که برای پسورد و اکانتش ست شده به چه صورت هست. last password change 2 اکتبر 2017، اکانتش هم 1 دسامبر 2017 اکسپایر میشه که میتونم به این صورت هم اطلاعات پسوردش رو چک کنم. منتها حالا سوال اینه که خب این CHA جو یه سری آپشن های پسورد این اطلاعات رو چجوری دارن لود میکنن. توی این اطلاعات توی فایل etc shadow هست که یک فرمت نوشتنی داره این همون فایل پس دبلیو دی که داشتیم. میتونیم حالا تو گوگل نگاه بکنیم، من ترتیبش رو حفظ نیستم، تو گوگل سرچ میکنم، میزنم images.google.com، اینجا میگم etc/shadow-structure. جزئی ترش رو اینجا داشته باشیم به نظر این بهتر میاد. بزرگترش میکنم مثلا کیفیت عکسم پایینه. خب تیکه اول اکانت نیمه که دقیقا این تیکه که دارید میبینید همین آرش به عنوان اسم یوزر یا همون اکانت نیممون محسوب شد. پارت دوم اینکریپتد پسورد یا همون پسورد حالا رمز شده همون که حالا هش شده. توی همین پسورد هش شده یه سری اطلاعات جالبیه. تیکای پسورد با دلار از هم جدا شدن. تیکه دلار اول که خب داره مشخص میکنه تیکه پسورد در اینجا شروع میشه، عدد 6 این وسط نشون میده که چنا کریپتوگرافی استفاده شده. عدد 6 به معنی شای 512 که یک الگوریتم هشینگه.
پارت دوم سالت هش هست یا پارت سالت پسورد، و تیکه بعدی هم خود پسورد به صورت هش شده. حالا سوال اینجاست که خب این تیکه سالت برای چیه؟ تیکه سالت برای اینه که اولا اصلا سالت چیکار میکنه؟ شما وقتی یه رمزی رو دارین میخواین هشش بکنین، سالت عین همین عبارت که اینجا نوشته شده تای پسورد شما اضافه میشه و بعد از روش هش تولید میشه. حالا شاید سوال این باشه که خب اصلا برای چه لزومی وجود داره که ما روی پسوردمون سالت اضافه بکنیم؟ دلیل به خاطر اینه که ممکنه به دلایلی شما مثلا چند تا یوزر روی لینوکستون داشته باشین و پسورد اینا یکسان باشه. وقتی پسورد شما یکسان باشه خیلی واضحه که هشی هم که از اون پسورد تولید میشه هش یکسانی میشه. یعنی یه وقت یه کسی بیاد مثلا فایل شدید شما رو نگاه بکنه، وقتی میبینه که هشاتون هش یکسانه میفهمه که این دوتا یوزر پسورد یکسانی دارن. پس اگه یه تلاشی بکنه برای پیدا کردن رمز یوزر شما، این رو میفهمه که هر پسوردی برای این یوزر پیدا بکنه اون پسورد برای اون یوزر هم کار میکنه. ولی سالت باعث میشه که چون به صورت رندوم جنریت میشه تو زمانی که شما دارین یوزرتون رو میسازین و پسورد روش ست میکنین، حتی اگه پسوردهای شما پسورد یکسانی باشه، از اونجایی که سالتتون سالت متفاوتیه باعث میشه که هش متفاوتی تولید بشه و این باعث میشه که یه کسی اگه توی یه نگاه مثلا فایل شدوی شما رو ببینه نفهمی که پسورد این دوتا یوزر یکسان هستش. این دلیلیه که از سالت برای محاسبه تو هنگام محاسبه هش یوزر استفاده میکنیم که به عنوان یک پارامتری به پسورد شما اضافه بشه و باعث بشه هش متفاوتی جنریت بشه. تیکه بعدی date when password was last changed، عملا آخرین تاریخی رو که پسورد شما عوض شده رو به تعداد روز از زمان ایپاچ یا همون 1 ژانویه 1980 نگه میداره که تعداد روزیه که از آخرین باری که پسوردتون رو چنج کردین میگذره، آخرین تاریخی که پسوردتون چنج شده رو با این فرمت نگه میداره. تیکه بعدی همون مین پسورد ایج یا همون دیز بیفور پسورد می بی چینج، که اگه صفر بذارید معنیش اینه که شما همین الان پسوردتون رو عوض کردین، 2 دقیقه بعد باز هم میتونین پسوردتون رو عوض بکنین. این پارامتری هستش که برای این بخش تأثیر گذاره. تیکه بعدی دیز افتر ویچ پسورد ماست بی چینج یا همون مکس دیز، که بعد گذشت این تعداد روز شما حتما باید پسوردتون رو عوض بکنید، پسورد شما اکسپایر میشه. اگه به هر دلیلی دوست داشته باشین پسورد آدمه رو یه چیزی ست بکنین که بعدش خواست لاگین بکنه پسوردش رو چنج بکنه، کافیه که قسمت last change پسوردش رو صفر بکنین که این صفر نسبت به امروز قطعاً عددش بزرگتر میشه نسبت به عدد 99999 روز، که باعث میشه بلافاصله پسورد آدم اکسپایر بشه و آدمه تا زمان این اکتیو دیزی که داره بتونه بیاد پسوردش رو به محض اینکه لاگین کرد پسوردش رو ریسیت بکنه. الان مثلا من اگه بخوام همین کار رو با یوزر آرش انجام بدم، میام CHH میگیرم dash help، میبینم که آپشنی که برای تغییر last day پسورد چیه، میبینم اینجا آپشن دیه، من میگم CHH-D0 آرش. حالا اگه آرش بیاد لاگین بکنه، آرش پسوردشو بزنه، بلافاصله بهش میگه که شما پسوردت اکسپایر شده و تو نیاز داری که همین الان پسوردتو عوض بکنی. میاد پسوردشو عوض میکنه، کنم باید کرن پسورد میزدم اشتباه کردم، پاتی دوباره آرش، بله کرن پسوردشون خد پسورد فعلیشو بهش میدم، نیو پسوردش هم برش ست میکنم، میگه که پسوردت خیلی شبیه پسورد قبلیته، مثلا میزنم
حالا پسورد آرش عوض شد و میتونه این دفعه دیگه لاگین بکنه. به این صورت یوزر آرش پسوردش رو ریسیت میکنه و لاگین میکنه. همطور که میبینین از اونجا که من یوزر آرش رو زمانی که ساختم دیفالت شلش رو به SH عوض کردم، الان یوزر آرش وارد شل SH شده. حالا اگر بخواد مثلا بش داشته باشه، خب بش تایپ میکنه و وارد محیط اینتراکتیو بش میشه. به این صورت خب برمیگرده به ادامه استرکچر پسوردمون. این تیکه تیکه مکس پسورد ایج بود و تیکه بعدی period of notification in days before expiry of password. این تعداد روز وارنینگه، این تعداد روز قبل از اینکه پسورد آدم expire بشه، یعنی از 7 روز قبل آدم هر بار که لاگین میکنه بهش یه وارنینگی ظاهر میشه و میگه که این تعداد روز بعد تو اکانتت expire میشه. تیکه بعدی که بعد کلون بعدیه، days after password expires that account will be disabled، همون تعداد روز inactivityه که اگه این تعداد روز از زمان expiry آدم بگذره، اکانت این تعداد روز بعد اکانت expiry آدم بگذره و پسوردش رو عوض نکنه، اکانتش کلن disabled میشه. پارت بعدی هم date when account expires که کلن یه تاریخ مطلقیه که اگر وجود داشته باشه بعد اون تاریخ اکانت آدم میسوزه. مثلا آدم میاد قرار 6 ماه با یه شرکتی همکاری بکنه، بعد 6 ماه هم بره، دقیقا بعد روز بعد اون 6 ماه اکانت باید بلافاصله دیسیبل بشه. این تاریخی که میتونه اینجا ست بشه. پارامتر بعدی هم reserved for future use که معمولا یه پارتی واسه این بخش میذارم، ولی خب تا حالا که استفاده نشده هنوز همطور رزرو مونده برای آینده. به این صورت خب این پارامترهایی بود که در رابطه با تعریف یوزر و پسورد و اینها داشتیم. من ویدیو رو تا همینجا متوقف میکنم و ادامه این بحث رو توی ویدیو بعدی ضبط میکنم. مرسی.